قبل من لیدون که ازلوی اخره اغلا است اعتمادی سه بحث رکت زدران سه مطرح کرد بسیار بحث جالب است میگه که ارقام که اینا میگن که ما با افغانستان کمک کردیم 119 میلیون کم و بیش در افغانستان اینا آوردن و اینجا مصرف این که چقدرش در افغانستان مصرف شد و چقدرش بیرون رفته و یا چقدرش در جیب مافیا رفته و چقدرش در جیب اراکین دولتی رفته ای بحث جداست اما میگن که 119 میلیون مصرف کردیم بحثش که شما مطرح کردیم زدران سر بام گفتن از 70 ای 70 میلیارد از 70 80 یا از 70 تا 100 میلیارد داره که میگه ارقام رسمی است اما دقیق اگر این موضوع بررسی شود مثلا 95% تریاک کل جهان ما تولید میکنیم مگر بازار بین المللی ارزیابی شود این حدودا 1.5 به 120 میلیارد دلار میرسه به هر حال 100 میلیارد دلار اینا همه پولشان در یک سال به یک نوینه به یک نوینه به دست میارن اینا میگه ما توقعی نداریم که جهانیان بیاین و مواد مخدر در افغانستان صفر بسازن واقعا همه طور است؟ اصلا ما اگر به اصل قضیه به دقت نگاه کنیم در طول این 15 سال به جای مبارزه با اصل یا ریشه یا عامل مواد مخدر در افغانستان ما به خود معلول مبارزه کرده ایم تا عوامل موجودیت یا عوامل بالا رفتن مواد مخدر در افغانستان از بین نرود مواد مخدر از افغانستان از بین نخواهد رفت تصادف بود یا قصدی هم تو شد شاید یعنی فکر میکنیم که نمیفهمیدن یک بخشش تصادفی بود یعنی نبود ظرفیت نبود نیروی متخصص و یک بخشش هم به خاطر اونمو زمینه فسادی که به وجود آمد یا فسادی که حاکم شد در افغانستان متاسفانه هر دو عامل باعث شد که ما نتوانیم یعنی مبارزه با مخدر از مسیر اصلیش منحرف شود تا امنیت به وجود نیاید یعنی ناامنی بخش از ناامنی فعلا به مواد مخدر برمیگرده تعبیر جنگ تریاک من فکر میکنم تعبیر خیلی مبالغه آمیز نخواهد بود اگر این تعبیر کنیم همیال خیلی از مخالفین مسلح حکومت افغانستان بخش از امکانات نظامی و وسایل تزاقیشان از مواد مخدر تمویل وقتی که مارکتش 100 میلیارد دلار باشه دیگه طبعا پولی هنگفت پولی هنگفت مخالفین میافتد بحث دوم بحث به حساب معافیت های فراقانونی بود گزارش های در طول این 15 سال به وجود آمد که خیلی از اراکین و بزرگان حکومتی پشت سری به اصطلاح پروسه مواد مخدر در افغانستان وجود دارند یا تکیه‌گاهی برای قاچاقچیان مواد مخدر است متاسفانه تا هنوز هم نامی و اسمی از این تکیه‌گاه ها نه در رسانه ها آمد و نه او افرادی که قاچاقبر واقعی بود به چنگ قانون افتاد و یا اگر افتادن بالاخره بعد از چند سباهی نام اینها از ذهن مردم و از ذهن رسانه ها محو شد و حتی از محاکم عدلی و قضایی به نحوه یا به انهای مختلف اینها رهایی یافتن معافیت یافتن خود این معافیت هم بالاخره یک نوع مسئولیت و حاشیه امن را برای قاچاقبران و برای کسانی که در افغانستان روی مواد مخدر سرمایه گذاری میکنن باز گذاشت مسئله دیگه مسئله نبود پلیس خاص و محکمه خاص است ما تا یک بخشی از پلیسی که مبارزه با مخدر را انجام میدادن به نام قطعه 333 بود ظاهرا این رو یک سال دو سال پیش لغو کردن حالا بسا فرض کنید که 100 تا یا 500 تا یا 1000 تا پلیس را از جای استخدام میکنیم برای 2 ماه یا 3 ماه اولا اینها آموزش حرفه‌ای مبارزه با مخدر بلد نیستن ثانیا اینها ممکن است خیلی ارتباطاتی بالاخره داشته باشند با افرادی که در کشت مواد مخدر و در قاچاق مواد مخدر دست دارند از کجا که اینها را ما استخدام کنیم واقعا با اون شیوه‌ای که ما میخواهیم اینها امر مبارزه را به درستی و به موقع به پیش ببرند چهارم یا آخرین بحثی که در این قسمت ما میتوانیم یا عاملی که میتوانیم مطرح کنیم در طول این سالها نبود اراده سیاسی جدی برای امر مبارزه با مخدر هم از دولت افغانستان و هم از دولت افغانستان هم از خارجی ها و در رشد مواد مخدر نگفته نماند به عموم میزان که حکومت افغانستان و مردم افغانستان تأثیر دارن خارجی ها هم تأثیر دارن دلیل بر این که دلیلش این است که خیلی از موادهای تبدیل کننده تریاک به مواد دیگر شیمیایی در افغانستان حتی در کشورهای منطقه تولید نمیشه پیدا نمیشه دقیقاً اما کمیکل را که میگن و بالاخره پروسس میکنن اینها از خیلی کشورهای دور وارد افغانستان میشوند از کجا ما نمیدانیم با چی وسیلت ما نمیدانیم با چی امکانات و زدوبند کیها شریکن کیها پشت این معامله از صلاحیت ما بدور است که بشینیم اینا رو بحث و بس جالب دیگه که مطرح میشه مثلا اگر بحث سال 2009 رو بکنیم
حدودا 8200 تن تولید ما داشتیم در افغانستان. حالا سال گذشته 4000 چند تن بودن و 30% افزایش پیدا بکنه این میرسه تقریبا به 7000 و به 6000 تن. امسال چون مبارزه هم صورت نگرفته، بحث را که با نماینده هلمند ما داشتیم، اونا گفتن که هیچ مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفت و ما مطمئن هستیم که مواد مخدر بالاتر میره. یک بحث اینجاست که چگونه قاچاق میشه 6000 تن مواد مخدر تریاک که بالاخره اگر پروسس هم شایی و به هزارها تن میرسه، این چگونه قاچاق میشه؟ فکر میکنین که قاچاقش همین یک دو کپسول را کس دشکم خود جا میتن و از طریق میدانوی میبره و یا واقعا خارجی ها دخیل است در این مسئله؟ گزارش های ما داشتیم که هلیکوپترهای خارجی ها در قاچاق مواد مخدر به یک نوع نه به یک نوع دهلمن دخیل هستن و خیلی همین قاچاقش هم چگونه قاچاق میشه یک سوال نیست که به یک نوع خارجی هم دخیل هستند این مسئله؟ بحث از کیلو چارک نیست، بحث از به اصطلاح سیر و خروار هم نیست، حتی متاسفانه بحث مواد مخدر در افغانستان رسیده است به تون و هزاران تون. بله، اگر گپ شما است که این هزاران تون در قالب یک کپسول و فرض کنید در یک دست بکسی یا بیکی نه جا میشه و نه این تمام میشه و نه دنیا از این مواد مخدر سیر میشه، قطعا من تصورم این است که همچنانی که در افغانستان به آسانی کیشت میشود، به آسانی ای انبوهی از مواد مخدر ای تونها تولید می شود، به امو آسانی و به امو ارزانی متاسفانه قاچاق هم می شود و سیستم هم وجود داره برای قاچاقش. دقیقا. و این رد کرده می تونیم که واقعی خارجی ها دخیل نیستند این مسئله؟ به هیچ عنوان وارد کرده نمی توانیم، بلکه با قاطعیت و صراحت اعلام می کنیم که به همون میزان که حکومت افغانستان مقصر هست در قسمت کنترل مبارزه با مواد مخدر، خارجی ها هم مقصر هست. به امو اندازه که یک نوع منبع عایداتی با همون اندازه که حکومت افغانستان شریک است در امر مبارزه با مواد مخدر، خارجی هم شریک است. دیگه من فکر کنم قاطع تر از این و صریح تر از این نمیشه در این مورد گفت. تشکر اعتمادی صاحب. یک دوست ما خغل سید رحمان را سر تلفن پر کار کرده. بله سید رحمان صاحب مهربانی وکړئ. بله مهربانی صاحب، زه سید رحمان د نیمروز ولایت نه راګیږم. مخه مهربانی تارین زده کندار را رایی اومده تو 3-15 متری که مواد مخدر رو در تریاک نشویل که دلو پیش ری یعنی دیمیلی و دون پولیش و خپل سرگی لیدل که پی اختر بود و بلا خبر داده چه دا اکتون دا غلول پری شروع که نیدی دا لاس که لری لکه والی و نسوال وزیر پسر پیش شده د پارلمان وکیلان. بله مهربانی اورو. بل خبره داده لکه در غدره کالا مخی چه در مزار پا خانه کماندان در امنی خاک رزوال اغا دو متر مواد مخدر ونی ول اغا در مزار در والی و در تا یعنی دل آخر اغا در وزیفه نلر اکرلا پیشه. تلوره ما خبره داده پیشه چه در غدره کالا مخی پا دو بانده بحث و در آقالالی سای پارلمان وکیل شده اگه ورطایوی سالور نفر کاجاکبر دید کورون هنگ پارلمان تو بغل کیدی آقا وی سای سی تو تل افغانستان که خیر و خیرات سای پینا سینی واجه طالبان تا دو مسئلیت وار که چه آقا تو یو پارمان بند که یا آن خوشی کاشی بیخی آزاک شی. سمت من نسیب کور بدن. سلامت سید رحمان سیب. شما حرفای سید رحمان صاحب شنیدین، میگه که من میامدم در خندار در 5 متری پوستی اردوی ملی نیش زده میشه. یک بحث که والی و قماندان امنی حتی اعضای پارلمان در قاچاق ازی دست داره و خیلی همه طور است. اگر اینا دست نداشته باشن و اینا به یک نوع بس شکل سیستماتیک از قاچاق ازی منفعت نبرن، ممکن است قاچاقش؟ در اینکه در اطراف سرک نزدیکی های پوسته پلیس یا اردوی ملی کشت مواد مخدر یا هر خلافی دیگه ممکن است وجود داشته باشد، ما شک و تردید نداریم بلکه تأییدم میکنیم.
خیلی از انفجارها و انتحارها که در مسیر راه در سرک ها انجام می شود نزدیک های پستی پلیس متاسفانه انجام شده است و پلیس هم همطوری فقط نظارگر بوده است و می دیده که مردم چطوری جان می دهند. بهانه ای که مقامات میارن در این مورد میگن که او پسته ها و بخش های نظامی مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را ندارن، این یک بهانه است. در مورد بخش سوال دوم شما گفت که او کلای پارلمان و در این قسمت توضیح را از اینجا آغاز میکنیم که فساد زمانی در یک کشور نهادینه و به عنوان یک فرهنگ تبدیل میشود که مقامات عالیه در او دست داشته باشند، مقامات عالی شریکی در فساد باشند. این مقام عالی فرق نمی کنه، کابینه هست، این وکیل شورای ملی هست، وکیل شورای ولایتی هست، این فرض کنید که زورمند یا والی هست، هر کی هست، تا یک مقام عالی آغشته به فساد نباشد یک ماموری به اصطلاح جزئی یا یک ماموری پایین رتبه نمیتواند مبتلای به فساد شود یا بسیار فساد کلان انجام بدهد. متاسفانه در کشور ما در همه عرصه‌های فساد، فساد اداری و مخصوصا در مبارزه با مواد مخدر، ما قبلا هم اشاره کردم تا مقامات عالی ما دامنشان از گرد مواد مخدر و حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر پاک نگردد، ما توانایی مبارزه با مواد مخدر را نداریم. درست. بحث دیگه بسیار جالبی است که در همه دو وقت طالبا در همه ولایت افغانستان مواد مخدر یا کوکنار خاشخاش کشت میشد، اما تولیدش 1000 الی 1200 تن تولید داشتن. حالا که آمدن کل افغانستان تقریبا چند ولایت افغانستان 20 ولایت 25 ولایت افغانستان صفر شده، اما باز هم تولید بلند است. چرا؟ تولید را همچنان که گفتم با توجه به سابقه حداقل 15 ساله ای که ارزیابی دقیق انجام شده که کدام ولایت به اصطلاح بیشترین حاصل را میتواند برای مواد مخدر داشته باشد، کل تلاش ها و کل همت قاچاقچیان و مافیای مواد مخدر متمرکز شده است برای ولایاتی که محصول خوب و زیاد را برای مواد مخدر داشتند. او زمان اگر در 34 ولایت طالب مسلط بود خیلی آگاهی و اطلاعی دقیق نداشتن که خاک غاسل خیز یا مطلوب برای تریاک کجا هست، اما بعد از 15 سال بالاخره دیگه همه تقریبا دریافتن و فهمیدن که کجای افغانستان میتواند برای تریاک مناسب باشد. در عوض دیگه اقلیمای افغانستان برای دیگه محصول میتواند مفید باشد. متاسفانه حکومت افغانستان در طول این همه سال نتوانست یک بدیل مناسب را برای تریاک پیدا نماید، یک مارکت مناسب را برای کالاهای زراعتی مردم افغانستان یا دهقان افغانستان پیدا نماید. شما ببینید کچالوی افغانستان به کجا میرود، سیب افغانستان به کجا میرود، انگوری افغانستان که نمیدونم بالای 100 نوع انگور تنها در هرات تولید میشود یا زر میشود، در کجای دنیا اینها صادر میشود؟ هیچ مارکتی در بیرون از افغانستان ما برای اینها نداریم. حتی انگور افغانستان، پسته بادغیس به حساب بهترین پسته دنیا هست، اینها در زمانی که برداشت محصول می شود اینها به نرخ کاسه سودا می شود، به خاطر که زمینه نگهداری اینها وجود ندارد، در داخل مارکتی در بیرون برای اونها جستجو نشده است. یعنی ما در کل در امر مبارزه با مواد مخدر با شکست بسیار فاحشی روبرو بوده ایم. اگر یک تدبیری، یک به اصطلاح استراتژی جدیدی، یک پلان جدیدی را نهادهای متولی امر مبارزه با مواد مخدر، نیروهای اجرایی روی دست نگیرند، صرف به پالیسی ساختن و به شعار دادن و به کمپاین، من فکر میکنم کار مبارزه با مواد مخدر حل نخواهد شد. دیگه همه میفهمن به لحاظ شرعی مواد مخدر حرام هست، کشتش حرام است، برداشتش حرام است، حکم فقهی را همه میدانند، کشور مسلمان هست، این قدر فرهنگ و آگاهی را همه دارن که بالاخره مواد مخدر باعث خسران دنیا و آخرتشان هست. اما بحث این است که او طرف انبوهی از امکانات و تجهیزات و پول هست، این طرف بالاخره همش وعده های خشک و خالی که هیچ گونه تغییری در سفره مردم به وجود نمی آورد و منفعتشان به دیاقین افغانستان دیگه نمی رسه. بله، ارجابی های این است که از سودی سرشاری که مواد مخدر داشته از 70 تا 100 میلیارد دلاری که تخمین می شود، این 2-3% بیشتر در داخل افغانستان به مافیا و دهقان بیشتر نمیرسه، بقیه اش همش به جیب مافیاهای بین المللی میره. ولی اما 2-3% هم که میرسه به دهقان، بالاخره از باهای کچالو و فرض کنید با پسته و زعفران بیشتره. کشورهای همسایه ما که از طریق از اینا مواد مخدر قاچاق میشه، سیستمی وجود داره واقعا دولتای کشورها هم داخل قاچاق هستن یا به یک نوع قاچاق برای شبکه داخل
دولت‌های کشورهای همسایه ما بالاخره ایجاد کرده، و یا هم بحث روسیه را رقم میکنیم بالاخره که میره به اروپا، واقعا دخیل هستن حکومت‌های از اونا؟ همه حکومت نمیگم، بالاخره یک شبکهشان هست وجود دار. البته برخی از کشورهای همسایه در رابطه با مواد مبارزه با مواد مخدر یک سیستم های واقعا پیشتاز و پویا دارند که تانستن یک مقدار موفقیت هایم در او زمینه به دست بیاورند برای مردم خودشان و برای حکومت خودشان، دستاورد های مثبتی را دارند. اما میتونیم بگیم که برخی از کشورهای همسایه ما متاسفانه پول ارتباطی برای ترانزیت مواد مخدر بیرون از منطقه هستند، و ما ایران این کار کردن نمیتونیم که در کشورهایی که مبارزه به شدت هم ادامه داره، سیستم هم وجود داره، باز هم متاسفانه این سیستم مافیایی یا نفوذ مافیایی در اون کشورها وجود داره. از چهار گوشه افغانستان مواد مخدر افغانستان متاسفانه به بیرون از افغانستان سرایت میکنه، حالا چی زمینی چی هوایی. تا هنوز هیچ مانعی که بتواند واقعا جلوی خروج مواد مخدر را و از اون طرف هم جلوی ورود بعضی از کالاهایی که مواد مخدر را تبدیل به موادهای دیگه میکنه گرفته نشد. و بحث را که می بعضی از ولایت ها صفر شد و بالاخره در هلمند آمدن مواد مخدر کشت میشه، هلمند بهرامچه و یک قسمت که در پاکستان است، یک قسمتش که به یک نوع در ایران است، یال به مثلث طلایی در جهان به امدلی مشهور شده که مثلث طلایی است. و بحث میانمار که سابق بود و بالاخره ارزش خود از دست داده و در سطح جهانی ایراب مثلث طلایی میگن، تحلیلی است که خود خارجی ها و امو مافیای مواد مخدر خواستن که جغرافیا را محدود بسازد تا ایرا درست مدیریت کرده بتاند. یک بحث را که شما مطرح کردین که شاید حاصل خوب اینجا بته، اما در ضمن بحث اساسی و هدف اساسی بوده که ایرا تحت مدیریت خود قرار بده و بالاخره همه پولش به جیب انمی مافیا بره. دقیقا همچنانی که حکومت افغانستان تلاش میکند یا دونرها تلاش میکند، پالیسی میریزد، هزینه مینماید تا سیستمی را به وجود بیاورد که مبارزه با مواد مخدر نتیجه بدهد، در طرف مقابل جبهه مخالف یا جبهه که سودی سرشار از مواد مخدر نصیب او و عاید اونها می شود، اونها هم هر سال یا هر زمان هر فصل پالیسی هایشان را در حال تغییر هست. گاهی به قول تعبیر شما همو میانمار بود و حالا فعلا برامجه شده است، ممکن است یک سال دو سال بعدی دیگه یک نقطه دیگر را به عنوان نقطه امن برای انتقال مواد مخدر، برای جمع‌آوری و انبوسازی مواد مخدر انتخاب نمایند. اما بر ما، مایی که دایه حکومت داری در افغانستان را داریم، مایی که دایه ما از بین بردن تروریسم در افغانستان، از بین بردن مواد مخدر در افغانستان و ایجاد حکومت داری خوب در افغانستان بود، ما چی باید طرح را باید بریزیم که اونها نتوانند؟ یعنی ما باید دست پیش داشته باشیم نه دست پس. ما حالت شورای جامعه بین المللی هم بود به افغانستان آمد دقیقاً به فیصله شورای امنیت. تشکر اعتمادی صاحب. یک دوست ما حاجی قندارای صاحب تماس گرفتن. بله حاجی قندارای صاحب مهربانی وکړئ. سلام علیکم رجا. علیکم سلام مهربانی. دغه ګوشت دې خپل سلامونه تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام. خبر ده چې مواد مخدر کو دی وی د مواد مخدر څخه دغه نور مواد لکه تیزاب زرزدی ماشینوي دغه ترانسپورت چې تیاری بوښت کې دغه ترانسپورت چې جګالان ته بندي داخلي دغه ترانسپورت چې پانامي اروپا او امریکا سره چې شي تر شي کې د ایران لارې یاده نور لارې چې د دنیا تر شي کې دا غوانان په خره باندې وړي پوخ باندې وړي کای په شاو غوانان به چاره وړي او غوانان به چاره خو دغه توان نه لري دغه سم چې د بلان منزلونه لري دغه سرمایه لري دغه خطور هم دغه قاچاقبران دي غریب شړی خو هیڅ شی نشي وړی چېرته او دغه ورور چې وایي چې موږ مواد مخدر دپاره وزارت وکړی وزارت اوس هېڅ هم نه دي کړي دغه پالیسي د مواد مخدر دپاره وزارت داخله کې موږ ګامونه لرو یو وزارت ورته جوړ کړی ریاستونه ورته جوړ کړي پېشتر ده وویل چې یو پولیس مثلا ابزي وایي چې موږ په دې کې مسؤلیت نه لرو دغه مواد مخدر په کابل کې پولیس سوخته کې څوک خرڅوي دغه د ښارمند کې څوک خرڅوي دغه پوډران چا جوړ کړي دغه د چین د تریاکو جنګ په افغانستان کې را انتقال شوی د چین د تریاکو جنګ او د افغانستان د تریاکو جنګ چې اوسې ټول پوډاریان کړل چې زلمای اسلامي عقیده وړاندې بوځي افغاني کلتور وړاندې بوځي دا ټول په مواد مخدر چې دلته ښځې هم بې سرنوشته پاتې شي اولاد هم بې سرنوشته پاتې شي
پسان نورم لاندی لارسی او حکومت هم به جانگیری لپلبر تایی چی نده افغانی نده لپاره تا جوانان خلق لپاره تایی او درست هم درم واقعی کرده چی جانگیری باشده در قدرت که نایدی درم از نگوشتی لیدیسلامی سر روغه بود چی من گوالی چی باید جنگ ختم چی که لیدیسلامی دی اسلام طول اسلام ده دی جانگیری پا میخ بنده والا دی زمت حکومت روی آقای مقابل که کدر اگر چیز طالبان لیدیسلامی او جایستی او جگر دی خلیس خونگا وانو چی کم رو نمان گوی چی بهتر از آره چی دی تریاک و مخیلیوی پا ار قیمت چی ویچی قدر خلق دی پارا دی مولداتین و شفاخانه جوری چی دنیا من سر کوغت دیدی نکی ار مملکت چی دی من کوزی من تاکیل افتاق کشن کل اروپا تلاره انجینر دکتر چې هغه څوک په خط و قلم پیدا بود خطه بزرگاري نه شي کولی خو هغه چې همدغسې کارو سره بېرته هم که چې بېرته واپس د ملک را ځي نو دنیا نه غواړي چې مونږ په قلم تعلیم کښې بېرته ورسو او طالبانو په خپل وخت کښې ملا محمد عمر اعلان وکړه چې په څلېرې ساتو کښې په یو میاشت کښې اعلان وکړه ټول مونږکښې تریاک بند شو دوی اصل بندوی چې د دو حکومت څوک نه مني دا د ما خبرې بښنه غواړه تشکر منن کور بدن قندره سب. خب باز هم گفتن که اگر عالی رتبه ترین مقام های وطن و حکومت و بالاخره دولت در این مسئله شریک نباشن ممکن نیست که جلوگیریش صورت بگیره. روز گذشته با سناتور صاحب هلمند صحبت میکردن، اونا گفتن که به یکی از جنرال های ولایت هلمند هفتوار صد لک کالدار میایه و او را میگه که ما در فلانه جایی که قاچاق میکنیم و یا نیش میزنیم شما باید مزاحمت نکنین. میگه که خود مدیریت مواد مخدر یک نوع هنگام است با قاچاق برای هلمند. من قبلا هم عرض کردم، یک بار دیگه بازم تکرار میکنم و تاکید میکنم که تا سیستم مبارزه با مواد مخدر اصلاح نشود از هر حیث، هم به لحاظ افراد هم به لحاظ امکانات و تجهیزات، قطعا ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفق نخواهیم بود. همین حالا مدیریت ها، ریاست های مبارزه با مواد مخدر در ولایات، چون در هر ولایت یک مدیریت هست یک ریاست هست، ریاست ملکی هست از طرف وزارت مواد مخدر و مدیریت ها نظامی است از طرف معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله. اینها و از او به بعد مقامات عالی که در ولایت وجود دارد، مثل کماندان های امنیه، مثل والی صاحب ها، بعد هم بیاید در مرکز اولیسی جرگر، سناتور صاحب ها، کابینه و همه بزرگان، تا اینها بالاخره یک دستی اصلاح به سر و صورت اینها کشیده نگردد، قطعا ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفق نخواهیم. ارقام که وجود داره میگه که حدود 3 میلیون معتاد در افغانستان است، که بگیریم 1 میلیون معتاد بگیریم، مگر 1 میلیون معتاد هر کدامش روزانه 1 دلار مصرف کنه، این روزانه 1 میلیون دلار میشه. یعنی واقعا گرفتنش، شروع گرفتنش آسان است اگر به یک منبع قدر بزرگ عایداتی تبدیل شده باشه. بلاخره بحث در این است که هر دم از این باغ بری میرسد. متاسفانه به جای اینکه باغی مردم افغانستان بر بدهد، یعنی بر شیرین بدهد، همیشه بر تلخ داده است، یعنی بهره تلخ برای مردم داده است. ما گاهی خبر رشد 30% تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان میشنویم که این واقعا ناامید کننده است. ما گاهی رشد اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان رو میشنویم که از 1,500,000 پارسال به 3 میلیون رسیدیم در 6 ماه. ای واقعا بالاخره دیگه بو یک بحران هست. ما با یک بحران مزمنی روبرو می شویم که دیگه توان مقابله با هیچ بلایی را نخواهیم داشت. این تاریخ 5000 ساله و فرض کنید غیرت افغانی، اینها همش بالاخره به هیچ انگاشت نمی شود. او زمان ما یک جامعه معتاد، جامعه معتاد یعنی جامعه بیمار، جامعه مریض. از جامعه بیمار و جامعه مریض دیگه کس چیزی توقع نداشت. و در بحث کاهش و محو مواد مخدر کشورهای منطقه و بالاخره خارجی ها چقدر رول داره که اینا هم باید دست به کار شوند. چرا گفتین بود داخلیش بودن بود خارجی چقدر مهم است؟ در این که مواد مخدر فعلا تبدیل شده به یک موزل منطقه و موزل جهانی هیچ بحثی نیست، اما ما متاسفانه تا هنوز هم یک سیستمی در کشور به وجود نیامده که این سیستم بتواند توجه جهانی را جلب کنه و این خواسته افغانستان را و این دایره افغانستان را تبدیل کنه به یک دایره جهانی و منطقه‌ای. ډېره مننه ښاغلی چمن شاید مادی د ولسي جرګې د مخدراتو سره د مبارزې کمیسیون غړی چې بحث کوه سره سره تشکر به خیر بشه. قدرمن لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېده، تر بیا مالامل شه.